محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن همراه ما هستن. خیلی خوش آمدین آقای عطاری. بر اساس گزارش‌های تایید نشده، گازی در جوانرود علیه مردم استفاده شده که عوارض مختلفی داشته، مثل سوزش پوست، سرفه و حتی گفته شده که اختلال موقت در سیستم عصبی بدن ایجاد می‌کنه. برای ما لطفاً از این گاز بگین و اینکه استفاده از این گازها چه خطرات جدی رو به همراه داره. من در ابتدای توضیح بدم، از اونجایی که این هم به عنوان گاز اعصاب نامیده میشه، یه تفاوتی با گازهای اعصابی که در جنگهای شیمیایی استفاده میشه داره. گازهایی مثل سارین و وی ایکس و بقیه، اینها گازهایی هستن که میتونن به طور دائم اختلالات عصبی حرکتی ایجاد بکنن و نهایتاً تأثیراتشون اونقدر شدید و دائمی هست که میتونن منجر به مرگ فرد بشن. اما گازی که این روزها به هر حال شایع شده و دیده شده که مورد استفاده قرار گرفته، گازی هست که هگزاکلورید اتان، ترکیبی از کلور هست که این میتونه در معرض هوا به صورت بخار در بیاد. رنگ‌های مختلفی داره، عموماً به رنگ سبز روشن هست و در مراکز نظامی در فضاهای باز برای جاهایی که بنوان میخوان فشفشه‌های رنگی یا به هر حال یه حالت دودزا استفاده بکنن، دودزا برقرار بکنن، ازش استفاده میشه در مانورهای نظامی، در آموزش‌ها. اما همیشه اینها در فضاهای باز استفاده میشه، هیچگاه در فضاهایی که محصور هست به وسیله ساختمان‌ها یا محصور هست به وسیله خونه‌ها به هیچ عنوان استفاده نمیشه، چون عوارضش یک سری عوارض آنی داره. همونطور که شما اشاره فرمودید، عوارضی بر روی پوست و چشم داره، حالت سوزاننده داره و بعد یه سری عوارض دراز مدت تر، البته بعد از چند ساعت ممکنه بروز بکنه یا چند دقیقه، تأثیرش بر روی اعصاب حرکتی صورت و اندامها هست که باعث میشه یک مقدار اختلال حرکتی ایجاد بشه و گاهن دیده شده که در تفکر افراد و قدرت تصمیم گیری افراد تأثیر میذاره. اما نکته مهمش این هست که همه این عوارض موقتی هست و دائمی نیست و بیشتر از رنگی که ایجاد میکنه در سطح خیابان‌ها برای ترسوندن افراد استفاده میکنن. به همین جهت هست که این گاز رو، درسته که ما جزو گازهای اعصاب دستبندی میکنیم، اما مثل گاز اعصابی که در جنگ‌ها استفاده میشه اونقدر خطر نداره. و عرض کردم الان در این شرایط بیشتر به خاطر رنگش برای ترسوندن افراد استفاده میشه. البته از عوارض دراز مدتش اگر در معرض اون افراد قرار بگیرن، میتونه سرطان‌هایی در کبد و کلیه ایجاد بکنه و یا همچنین بافت‌های کبد رو از بین ببره و جایگزین بکنه با بافت‌های چربی، که این در صورتی هست که به طور مداوم با این گاز در معرض باشن و در معرض اون باشن. ولی در مجموع مردمی که در مقابل اسلحه‌های جنگی و گلوله‌ها و فشنگ‌های جنگی قرار می‌گیرن، مسلماً این موارد این چنینی نمیتونه اونها رو زیاد بترسونه یا اینکه از صحنه خارج بکنه. حتی بر اساس موازین جهانی پزشکی میشه با این قضیه برخورد کردی؟ چطور میشه؟ یه تمهیداتی به هر حال باید وجود داشته باشه؟ ببینید، جمهوری اسلامی خط قرمزهای زیادی رو رد کرده، اما از حمله بیمارستان‌ها، مراکز پزشکی، دزدیدن جنازه‌ها، دزدیدن افراد مصدوم، همه اینا خط قرمزها، یا استفاده از آمبولانس‌ها برای مصارف نظامی، این هم از مواردی هست که جزو موارد ممنوعه هست که به هیچ عنوان اجازه استفاده از نیروهای نظامی در جنگ‌ها و یا حتی در مقابلات خیابانی و در مقابله با افرادی که در خیابان‌ها دارن تظاهرات می‌کنن، به هیچ عنوان اجازه اون داده نشده و حتی مصرف اون و تولید اون سال‌هاست که در آمریکا حتی برای مصارف آموزشی هم متوقف شده به دلیل اینکه اون عوارض بسیار سنگینی که داشته. و این هم جز مواردی هست که میتونه در کارنامه جمهوری اسلامی جز به جنایاتش ثبت بشه. بله. که این گاز که اصلاً اجازه استفاده در این مراکز رو نداره، در محیط‌های محصوری مثل خیابان یا کوچه ها مورد استفاده قرار گرفته.